به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دینی دزد. این دزدان معتقدند چون این دین بر پایه غارت و دزدی درست شده، پس اینها هم بایستی بدزدند. همه از همه باید بدزدند. الان بین خود دزدان دعواست، بین دزدان رئیس جمهوری و هیئت دولت و دزدان اکبر دزده و اون سلمونیا، چی میگن، اصلاحگرایان، اونا که اصلاح میکنن، اصولگرایان و اصلاحگرایان دعواشون شده. اونا میگن ما باید بخوریم، اینا میگن ما باید بخوریم. اون میگه من باید بیشتر بدوزم، این میگه من باید بیشتر بدوزم. رهبر دزد بین این دزدا قضاوت میکنه، یعنی قاضی دزد میشه. بعد مجلس استصوابی دزد میاد دزدانی رو که دزد هستن و بیشتر دزدی میتونن بکنن، میگه اینا صلاحیت انتخاب دارن. بعد مجلس شوروای دزد درست میشه که من به همش میگم طویله، سر طویلم توی تشخیص مصلحته که دزدان سر گردنه اونجا نشستن به ریاست اکبر دزده، خبرگانم به ریاست اکبر دزده، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، آخوند چلغوز دزد، قاضی دزد، انتظامات دزد، سردار سپاهی هفت و تشتکی دزد. هرچی دزدی بیشتر بشه بیشتر مدال میگیرن. کشور دزدی و دروغگویی شده. میدونی چرا؟ به توصیه الله. الله گفته بدوز 20% بفرست بالا. سوره 8 قرآن کریم، بعضیا بهش میگن قرآن مجید، کلام الله، هر اسمی میخوای واسش بذاری بخون آیه 8 رو ببینی حرفایی که من میگم راسته یا دروغه. چون من اومدم اینجا دروغ بگم ذهن تو رو منحرف کنم. دزدای جزغاله دنبال اینا، مثلا شوری بهتون بگم، فقط دم تکون میدن، یه استخون میندازن جلوشو میریسن. بعد مثلا اون وقتا که سگا مثل امرو، مثل سگ نازی آباد بودن، متمدن نبودن، امروز سگا متمدنن. اینجا هر چند وقت یه دفعه تقریبا دائمی توی تلویزیون ها از مردم پول میخوان که سگا رو معالجه کنن که سگا سرطان نگیرن. یعنی ارزش سگ، ببخشید دوستان عزیز که تو ایران هستید، توی این مملکت ارزش سگ خیلی بالاست. اگر اون اندازه این آدمهایی که اسمشون هست نمایندگان الله به انسانها وقع میذاشتن کار خیلی درست میشد. ولی پایه اصلی قرآنه که حقوق بشر رو نمیشناسه، بردهداری رو میشناسه، دستور بردهداری رو میده. نه قرآن، تورات هم میگه، کتابهای آسمانی
که تو چاپخونه آسمون چاپ شده افتاده پایین، همشون بردهداری رو براش قوانین داره. شما ها این خدا رو قبول دارین دوش جونتون. امیدوارم زودتر برده بشید و درباره شما اربابتون درست رفتار بکنه مطابق نص صریح قرآن. برده میدونی یعنی چی؟ یعنی تو خونت نشستی یه عده هجوم میارن تو رو اسیر میکنن چون شوهرت نگفته لا اله الا الله. از این ساعت به بعد تو باید دست به دست عربا بگردی، آخرم ببرن بفروشن تو مدینه. حالا بشین تو آمریکا از قرآن دفاع بکن. هیچ گرفتاری باهات ندارم، چون میدونم روی نادانی این کار رو میکنی. بشین با مغزت، نه با ایمانت، با مغزت قرآن رو بخون. نه این قرآن رو، هر قرآنی دلت میخواد بخون، اما اون تفسیرهای مزخرفش رو نخون. اون وقت میبینی که الله دست سازه، یا الله همه جا رو ساخته، الله تو هم ساخته که بشینی به من بد و بیرا بگی یا از من انتقاد بکنی. اون الله آسمونیه که اجازه همه دزدی ها، غارت ها، چپاول ها، همه این کارا رو داده. الله زیرزمینی کاری به این کارا نداره. یه عده هستن میگن یه الله زیر زمینه، پول اونی که قراره بدین به اون که خمس زندگیتونه بدین به من، چون من نماینده اون الله زیرزمینی هم هستم، نماینده الله آسمونی هم دزدی میکنم، نماینده اونم هستم، میگیرم حلالش میکنم میفرستمت بهشت. اونجا به الله آسمونی میگم وسط خانم قطار کنی. چطوره؟ پس من برم بدوزم سم الله زیرزمینی رو بدم با آخوند بخوره، آخوند منو میبخشه که الله بر من خانوم بیاره، منو سیخ نکشه بذاره روی آتیش. قبول نداری؟ آخونده صبح میره تای چا صبحونش رو میخوره، میاد میگه با امام زمان صحبت کردم تو رو بخشید. اینم امضاش. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این چیزایی که اونی من دور برم گذاشتم، امروز روزی است که کتاب میفروشم، روز جمعه است، یه شنبه اصلی هم تکرار میشه. اگه حوصلتون سر میره کتاب فروشی، از الان بگم باشین بری. کتاب چی میخره؟ سخته بابا کتاب خوندن. روز چهارشنبه ساتلایت خراب شده بود، ساتلایت تو امریکا. توی اروپا هم اونجا یه آدمی بوده موقعی که دیده چیز نمیاد، تصویر نمیاد، موسیقی گذاشته، چون از اینجا خراب بوده. شما فکر میکنید من چند تا تلفن داشتم؟ یه حدسی بزن. مگه میشه آدم این همه بیننده داشته باشه؟ بعد اون وقت وقتی میخواد کتاب بفروشه، اون وقت روز جمعه گذشته و روز یک شنبه گذشته از این دوتا برنامه من یک کتاب فروختم، ولی فیلم خریدن، یه عده فیلم خریدن. من کتاب فروشی ندارم که، من این کارا رو میکنم کتاب های
که شما وقتی میخونید چیزی بهتون میده. کتابا خونده است، بارها گفتم کتابا مثل هندونه به شرط چاقوه، برای روشنگریه. بلیت گوگوش ندارم بهتون بدم، فیلم گوگوش دارم بهتون بفروشم. یا 7 فیلم گوگوش بهت میدم 100 تومن، 100 دلار. 7 فیلم گوگوش بخواب بخونم اسمشو. بیتا، ممل امریکایی، پنجره در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. 1 و 2 و 3 تاشم به روز وسوقی هم توش بازی میکنه. همه تونم میتونین ببینین، دونه دونه نباید پول بدین، مثل کنسرت که میرین نفری 150 دلار میدین. نمیدونم چیکار کنم با شما. مطابق هر روز این کار، نخست میرم سراغ کتاب های شجاع‌الدین شفا. یا آقای توی وبلاگ اون وبسایت من، چون یه خورده صورت کتاب ها قدیمیه، یک دوستی کتابی خواست به نام جنایت مکافات که تنها راهش اینه که یه دونه پکیج رو من ناقص کنم، جنایت مکافات رو براش بفرستم، و چون اونجا نوشته این کار رو کردم. حالا کتاب های دیگه شفا رو که شما اوردر بذارید به همون قیمت جلد کاغذی جلد ضخیم بهتون میدم. یه مقاله از این توضیح المسائل چیه؟ پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله از کلینی تا خمینی. یک چیزی همینجوری باز کردم، انتخاب کردم، همین که اومد طبق حدیث معتبری که در اصول کافی، اصول کافی میدونین مالکیه، 4 تا رابطه امام زمان، اولیش امام زمان رو درست کردش توی سرداب بغل خیک روغنا، بعدم پسرش بود، بعدش هم حسین روح نوبختی بود، بعدش هم یه نفر دیگه بود. 4 گفت این کاغذه رو میبینی امام زمان نوشته که من رفتم غیبت کبرا، دیگه کسی اثری از آثار من نمیدونه. هر کسی هم گفت که من دیده آدم دروغگویه. این نفر 4 بهش میگن نواب 4، یعنی این 4 دروغگوی اصلی اولی اینا بودن. بعد یه دروغگوی بزرگ پیدا شد، اسمش هست، اسم کاملش رو میخوام براتون بخونم. ننوشته آقای شفام، ننوشته. اسمش اسحاقه ولی اینجا ننوشته. من نمیدونم چرا توی این کتاب آقای شفام نوشته نشده. بله اسمش، حالا منم یادم رفت، اسمش معروف به کلینی، به مغزم میاد میگم تو برنامه. به هر صورت این نشست 4 کتاب نوشت، یعنی کتابی نوشت که الان 4 جلدیه و دست ماها هست. این گفتش که فلان ابن فلان از فلان امام شنیده، فلان ابن فلان از امام شنیده، فقه شیعه رو این درست کرد. فقهی به نام فقه شیعه وجود نداشت با این لاتائلات. بعد اینها هی زیاد شد زیاد شد زیاد شد تا به محمد باقر مجلسی که رسید، ما
6 نفر داشتیم که این روایت ها رو گفته بودن که این 6 تا مقبول همه بود. اسم کتاباشون هم گذاشته بودن صحاح سته، یعنی 6 تا کتاب صحیح. آقای شجاع‌الدین شفا تمام این کتاب ها رو خونده، از روی اینها که بیش از 2 میلیونه حدود 1000 تا حدیث پیدا کرده که دیگه مولا درزش نمیده و اینا 100%. یه دونه از اینا رو من دارم براتون میخونم. طبق حدیث معتبری که در اصول کافی نقل شده، حضرت امام جعفر صادق به جمعی از اصحاب خود فرمودند خداوند عالم اراده فرموده بود که حسین ابن علی در سال 70 هجری قیام کند و عالم را برای بست عدالت در روی زمین مسخر فرمایند، لکن چون او را قبل از آن تاریخ شهید کردند، خداوند نیز غضب فرمود و این قیام را به سال 140 موکول کرد و امامی را که در آن زمان است موظف به این قیام فرمود، ولی امامان این راز را به بعضی از خواص گفتند و آنها نیز آن را فاش کردند، در نتیجه خداوند باز هم غضب فرمود و این بار قیام امام را به تاریخی که بر همه پوشیده است موکول کرد. در این باره از همان زمان انتشار کافی غالبا این پرسش مطرح می شده است که مگر خداوند با علم لدنی خیش از اول نمی دانسته است که واقعی کربلا روی خواهد داد؟ پاسخی که آیت الله العظما خمینی در کتاب کشف الاسرار به این سوال داده است، نمونه است از طرز استدلال قاطع و روشن مکتب روحانیت مبارز. ببینید، الله یه بازیچه است، اینا هر جوری بخوان ازش استفاده میکنن. محمد ابن عبدالله اگر میومد میگفت این قرآن گفته منه، کسی قبول نمیکرد ازش، چون هیچ کسی تو شهر خودش پیغمبر نمیشه. همه میدونن این از کجا آمده، چجوری شده، چجوری بزرگ شده، کجا رفته، چی شده. تنها کسی که توی کشور خودش پیغمبر شده این علی مفعول، علی شیره‌ای، که همه مشهد آباد کرده، حالا اومده رهبر شده. بس کی، ما خاک تو سری، رهبرمون اینه. حالا آخوند دیگم اگه بود اونم مفعول بود، هیچ فرقی نمیکنه. این آخوندا از اون دالانی که رد میشن یه اتفاقاتی براشون میفته که دیگه هیچ چیزی تو زندگی براشون مهم نیست. هر کاریم، یعنی هر ستمی، چون ستم بهشون میشه دیگه، حالا اینا هر ستمی بتونن به همه میکنن. خمینی چی گفته؟ گفته اگر فتنه کربلا برپا نمیشد، خدای عالم تصمیم گرفته بود که حسین ابن علی در سال 70 هجری قیام کند. اینا خبر دارن که خدا تصمیم گرفته عالم را مسخر کند، لیکن چون آن فتنه واقع شد کار عقب افتاد. خداوند آن را به سال 140 معول فرمود. اگر مردم در این موقع سر امامان را فاش نمی کردن، اون خودش گفت اماما خودشون سر را فاش کردن. خمینی گجستک میگه مردم فاش کردن. حالا مردم از کجا سر امامان می دونستن؟ ببعی سوال نمی کنه، ببعی میگه یکی دیگر از امامان در سال 140 نهضت میکرد و عالم را میگرفت، لکن آنها آن سر را فاش کردند، خداوند مطلب را باز عقب انداخت تا وقت ظهور. البته خدای عالم از اول میدانست واقعی کربلای واقع میشود، مردم اسرار را فاش میکنند. تصمیم اون بود که اگر واقعی کربلا پیش نیاید چنین شود. این دینی که تو داری اینه. تو قرآن رو نخوندی، نمیخونی، نخواهی خوند.
این مزخرفات رو به اسم دین توی مغزت کردن. دین تو دین آخونده. اگه آخوند نبود تو اصلا نمیدونی اسلام چیه، اسلام کیه. حالا هم نمیدونی، آخوند رو میشناسی. این چرا و را رو تو مغزت کردن. من میگم اینو بگیر بخون، نمیخوای نخون. توضیح المسائل از کلینی تا خمینی در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت. در پیکار اهریمن جنگ شعر پارسی، فرهنگ پارسی با فرهنگ تازی است در طول هزار سال گذشته. ایران در چهارراه سرنوشت اولین کتابی است که شجاع الدین شفا وقتی به قربت رسید نوشت. تولدی دیگر معروفترین کتاب شجاع الدین شفا. هر کسی هر کتابی میخواد بخونه تولدی دیگر را اول باید بخونه. جنایت و مکافات که به شما گفتم اون رو تکی نمیتونم بفروشم، چون یه دونه تکی فروختم و این شیشتارم حالا مجبورم به ضرر بفروشم، چه اشکالی هم نداره. آدم حرفش از دهنش در میاد. اونجا نوشتم فروختم. 30 گفتار، 30 تا از نوشته های شجاع الدین شفا در عرض 28 سال گذشته توی اینه. و 2 جلد کتاب پس از 1400 سال، سرگذشت و سرنوشت 144 امیرالمؤمنین، خلفا از ابوبکر تا آخرین خلیفه عثمانی، شامل خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای عباسی، خلفای فاطمی، خلفای اموی اندلسی و خلفای عثمانی. 144 امیرالمؤمنین و قبل از اون زندگی و کارهایی که محمد ابن عبدالله در حجاز کرد. این 2 جلده. حالا هر کسی میخواد ما در خدمتش. از آقای شجاع الدین شفا 3 کتاب دیگه هست. یکی افسانه آفرینش که 4 داستان از صادق هدایته. یکی حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم. یکی هم فروغ‌هایی در تاریکی، آخرین کتاب شجاع الدین شفاست. فروغ‌هایی در تاریکی. بعد از اون کتاب‌های آقای مسعود انصاری، کتابی که همیشه هر روز اون کتاب آبیه، اونا که تلفن میکنن میگن اون کتاب آبیه. این کتاب یک تیکه‌ای باز ازش براتون میخونم. تلاش‌های سایانه قرآن برای برآوردن نیازهای جنسی محمد. دوستان لیست کتاب‌ها در سایت رضافاضلی.com، رضافاضلی.net و اونی که در ایران داریم که چند روز گرفتاری پیدا کرده ولی به زودی رفع میشه، rezafazili.pars.blogspot.com. اینا مال کسانی است که ساکن ایران هستن. این یه مقداری گرفتاری پیدا کرده، توی این هفته حتما رفع میشه و دوباره شما میتونید استفاده کنید. و rezafazili.org که به همت 2 جوون عزیز در آلمان برای من راه اندازی شد و ازشون بسیار سپاسگزارم. پس rezafazili.com, rezafazili.net,
rezafazili.org سه تا سایت روی گوگل اگه برید رضا فاضلی بزنید همه اینا رو بهتون میده. اگه گوگل استفاده میکنید خیلی راحت، اگه روی یاهو برید رضا فاضلی بزنید همه اینا رو بهتون میده. اگر خواستید لیست کتاب ها، قیمت کتاب ها و همونجا تو سایت هم میتونید خریداری کنید. کمک میکنید به من بتونم این برنامه رو راحت تر برونم، اینقدر قر نزنم به جون شماها. دوست ندارم قر بزنم. شماره 20 آیه از 73 آیه سوره احزاب قرآن به زنان محمد و چگونگی مشروع نشان دادن ازدواج های او با زنان گوناگون و رفتار او با زنان حرمسرایش ویژگی داده شده است. این آیه ها ازدواج او را با همسر طلاق داده شده پسرخوانده اش مشروع برمی شمارند. طبقات گوناگون زنانی را که او می تواند با آنها ازدواج کند یکی یکی برمی شمارند. به همسران محمد تکلیف می کنند که باید از او فرمان برداری کنند و خود را با چادر بپوشانند و همچنین به مسلمانان دستور اکید می دهد که پس از مرگ محمد نباید با همسران محمد ازدواج کنند. اینا رو قرآن می گه. آیه های دیگر این سوره به پیروان محمد چگونگی رفتار در برابر پیامبر الله را آموزش می دهد و ورود آنها را به خانه او بدون اجازه اش منع می کند. آیه 56 سوره احزاب هشدار می دهد که هر کس محمد را رنجانیده و یا با او به شایستگی رفتار نکند به عذاب ابدی محکوم خواهد شد. تمامی آیه های سوره تحریم قرآن به بحرانی که بین محمد و همسرانش در نتیجه همخوابگی او با یکی از کنیزان حرمسرایش خارج از نوبت به وجود آمد ویژگی داده شده است. رابطه جنسی مرد زیبا و جوانی به نام صفوان ابن معتل سهمی با سوگلی حرمش عایشه و مجازاتی که برای ارتکاب زنا در اسلام به وجود آمد نیز بخش بزرگی از سوره نور را تشکیل می دهد. در آیه 50 سوره احزاب الله محمد را از تمام قواعد اخلاقی که درباره ازدواج برای سایر مسلمانان مؤمن مقرر داشته معاف می سازد و به او اجازه می دهد با هر زنی که خود را در اختیار محمد می گذارد همخوابگی کند، البته به شرط اینکه او هم به همخوابگی با آن زن تمایل داشته باشد که حضرت خوششون بیاد با اون زن بخوابند. در آیه 51 سوره احزاب الله وظیفه مدیریت حرم پیامبرش را بر دوش می‌گیرد و به او آزادی می‌دهد نوبت همخوابگی با زنان حرمسرایش را نادیده گرفته و به او اجازه می‌دهد هر زمانی که مایل بود با هر یک از زنانش که اراده کرد به رخت خواب برود و نوبت هر یک از زنانش را که میل به همخوابگی با آنها نداشت نادیده بگیرد. هنگامی که آیه 51 سوره احزاب که به محمد اجازه می دهد نوبت هر یک از زنانش را که مایل است به تأخیر بیندازد نازل شد، عایشه سوگلی محبوب حرمسرایش به او می گوید یا رسول الله، آنچه که من مشاهده می کنم این است که گویی تنها وظیفه الله این است که به خواستهای جنسی تو جامعه عمل بپوشاند. در آیه های 1-5 سوره الحجرات و آیه 63 سوره نور الله به مسلمانان اندرز می دهد هنگام سخن گفتن آهنگ صدایتان را بلند نکنید، چون اگر بلندتر از صدای محمد صحبت کنند
و همچنین هنگامی که با او سخن میگویند مانند زمانی که با یکدیگر حرف میزنند با او سخن نگویند. یعنی چون عربا که خب وحشی بودن دیگه، این همه وحشی بودن، داد میزدن، فریاد میزدن اینا، الله اومد به اینا گفتش که شماها یواشتر حرف بزنید. آیه نازل شد، قرآن بخونید. باز اون خانم تلفن میکنه میگه قرآن تو از کجا آوردی؟ قرآن خودتو بخون، من دارم نشونی سوره ها رو میدم، دیگه قرآن نمیخونم. هر آینه اگر آنها به این روش ادامه دهند احمق خواهند بود. خدا فوششون میده، میگه احمق خری. در سوره دیگر، در آیه 62 سوره نور، الله رعایت ادب و نزاکت از سوی مسلمانان نسبت به پیامبرش را دلیل ایمان آنها نسبت به خود می شمارد. یعنی هر کسی که به حضرت محمد احترام بذاره اون وقت خدا رو دوست داره، و به مسلمانان اندرز می دهد تا از او اجازه نگیرند از حضورش خارج نشوند. در اینجا الله آنچنان نسبت به پیامبرش مهربان می شود که در کتاب مقدس می افزاید حتی زمانی که مسلمانان از پیامبر اجازه خروج می طلبند او مجاز است به هر کس مایل بود اجازه خروج بدهد و از دادن اجازه خروج به کسی که میل نداشت خودداری کند. قرآن آیه 62 سوره 24. در آیه 53 سوره احزاب الله به گونه مستقیم مؤمنان مسلمان را مورد خطاب قرار داده به آنها آموزش می‌دهد چگونه به خانه پیامبرش وارد شده، چگونه به غذاهای سر سفره که او برایشان تهیه دیده است نگاه کنند. پس از اینکه خوردن غذای آنها به پایان رسید چه بکنند؟ سرانجام اینکه چگونه خانه او را ترک کنند. قرآن که بخونی همینا رو یاد می‌گیری، کلام الله. در آیه 103 سوره توبه الله به گونه مستقیم محمد را مورد خطاب قرار داده به او فرمان می‌دهد برای پاک کردن مسلمانان از گناه و وسیله شدن برای آمرزششان از آنها صدقه بگیرد، بده بیاد. در آیه 12 سوره المجادله الله به مؤمنان مسلمان دستور می‌دهد هنگامی که می‌خواهند با پیامبرش مشورت کنند پیش از این کار به او پولی بپردازند. نکته بسیار جالب در این آیه آن است که مسلمانان باید این کار را پیش از مشورت با محمد انجام دهند نه پس از آن. نباید فراموش کرد که محمد الله را برای آن اختراع کرده که پیوسته در کنارش بوده و در موارد نیاز برای جامعه عمل پوشانیدن به هدفهای خود به او کمک کند و مسئولیت را از روی شانه‌های خودش بردارد. به هر روی فکر این که خداوند عالم این چنین برای جامعه عمل پوشانیدن به امیال نفسانی و خواستهای جسمانی یک فرد شهوت پرست این چنین با الهامات خود کمر به خدمت او بسته است در ورای شگفتی انسان قرار دارد. من فقط روخونی کردم. خودتون کتاب رو بگیرید بخونید، خیلی روشنتون میکنه. تولدی دیگر، نگاهی نو به اسلام. آخرین کتاب این کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله رو من سه بار تالا خوندم. خیلی چیزا توشه، خیلی چیزا راجع به کوروش یاد میگیرین و خیلی چیزا راجع به محمد. آخرین کتاب آقای انصاری در مورد زن در دام ادیان ابراهیمیه و بقیه کتابا رو فهرستوار من از روی نوشته خود آقای انصاری میخونم. بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله،
شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام که الان براتون خوندم. این کتاب به انگلیسیش هم هست، اسمش هست Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. اگر خواستید اونم به انگلیسی به کسی کادو بخواید بدید، بچه هایی که نمیتونن فارسی بخونن اگه خواستید بهشون بدید. و بعد سرزمین پول خون، اسلام و مسلمانی، این دوتا کتاب به اضافه ترور در حکومت الهی، این ستا کتاب ترجمه است. پول خون کتابی است که یک مأمور موساد نوشته، اسلام و مسلمانی رو ابن براق نوشته، یکی از اسلام شناسان عرب، و ترور در حکومت الهی رو یک نماینده پارلمان امریکا نوشته. دوستان، من با این کمپانی که اینها رو درست میکرده صحبت کردم، انواع اقسام فیلم ها رو داره. اینهایی که من انتخاب کردم براتون، 7 فیلم از فردین این توه، گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، یاقوت سچش، سلطان قلب ها. 7 دیویدی این رو توی وست وود 7 میفروشن 84 دلار. یعنی اگه شما تشریف ببرید وست وود، بخواید اینا رو هر کدومشو بخرید، دونه 12 دلار بهتون میفروشن. من این رو ازتون گفتم 100 دلار اگر به من بدید، چون من میخوام یه چیزی هم برای برنامه هم داشته باشه. اگرم نخواستید پول پست هم ندید، ولی پول پست اگه بدید حدود 30-40 دلار، 30 دلار، 35 دلار برای برنامه میمونه، 31 دلار. اگر شما این رو 100 دلار هم من بخرید، 31 دلار به برنامه کمک کردید. حالا هر چقدر چی میخواید ندید، نده. من دکون با نکردم. 7 فیلم از فردینه، 7 فیلم از ملک مطیعیه، مهمان، اوسا کریم، نوکر تیم، خاطرخواه، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل. همون سرنوشتش مثل اونه. 7 فیلم از گوگوش، بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. اینا رو اگر بخواین مثلا بگین که 10 فیلم به من بده، از اینا ثواب کن، دوتا دوتا بده، ستا ستا بده، این کارم میکنم. مثل همین که گفتم بسته رو باز کردم، چون یه ده همه اینا رو دوست دارن، از همه اینا میخوان. این سری دای جان ناپلئونه، 8 دیویدیه به همون قیمت، باز فرقی نمیکنه. این ایتالیا ایتالیا 3 دیویدیه، قیمتش هم نصف اونه، یعنی حدود 60 دلار اگه بدید اینم براتون میفرسم بیاد. خاک ناسپاس 10 دیویدیه که از روز اول ما قرار شده روی این هیچی نکشیم، هنوزم سر حرفم هستم، من حرفم از دهنم که در بیاد یادم نمیره. 10 دیویدی هست، میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فره، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فره. این 10 رو من 50 دلار میخرم، همون 50 دلار هم برای شما میفرستم به اضافه خرج پست. اگه خواستید چیزی کمک به برنامه بکنید بکنید، اگرم نخواستید هیچ مانعی نداره، چون روز اول گفتم 50 دلار. از صمد 7 فیلمه، منتها بسته بندیش به این صورته. از بهروز وثوقی 14 فیلمه، 2 بسته هفتایی.
این یکیشه تنگ سیر کندو توقی ماه اثر رضا موتوری فرار از تله داشاکل، یکی دیگه‌ش هم هست فیلمایی که، و اون وقت یه چیزی بهتون بگم، کیفیت این فیلم ها خیلی خوبه. این فیلم ها رو هم کتاب که نمیخرین، کتاب سخته. این علی نمادشیگری رو اگر بخونی سخته، نخون. این 23 سال علی دشتی که این همه زحمت کشته، جونشو گذاشته رو این کار، برای اون سخت نبوده، برای تو سخته بخونه. ای بابا، آدم بخونه دانش پیدا کنه. آقای مهدی شمشیری انواع اقسام کتاب ها رو نوشته. 5 کتاب راجع به دکتر محمد مصدق داره، 2 کتاب راجع به خمینی داره، 1 کتاب راجع به افسانه سازی های الله داره، اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح. این آقای کسروی 14 کتاب ازش دارم. این 1 کتابش اینجاست، بهاییگری، شیعه‌گری، صوفیگری. همه رو نمونه آوردم. ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، پروازی بر بام رفیع حقیقت. تاریخی است که کسی تا حالا سراغش نرفته و من واقعا به ارقامنه همیشه توصیه میکنم این کتاب رو بخونید، یک حالت دیگه ای بهتون میده. تازیان و ریشه های کشتارگری، روحانیت مساویس با بنیادگرایان ضد عقل، نوشته دکتر حسن رهنوردی. میخواید ببینید محمد کیه؟ این کتاب محمد، شرح حال و زندگانی محمد، نوشته شمیم و رشدیه، اسم مستعاره. خودتون دقت کنین چرا اسم مستعاره. حقایقی را از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد تحقیق کرده، نوشته تا پایان زندگی محمد ابن عبدالله. راست‌ترین کتاب دنیا، گاتاها، گفته های زرتشت، سروده های زرتشت، به مترجمی موبد آذرگشسب. از این سریع‌تر نمیتونم بگم. کتاب هایی که خودم درست کردم، کتاب های خاندان نوبختی است که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید. حکایات و قصص قرآن که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید. مقایسه قصص قرآن و تورات و هم دیگه است. کتاب توضیح المسائل خمینی، توضیح المسائل اصلی خمینی، این مزخرفات که یه خودش خوندم اصلیش هست. چیز این کتاب خمینی رو برام روی ایمیل فرستادن، دارم دانلود میکنم، شاید بتونم باز دیوونه بشم برم چاپ بکنم. منم مرض دارم، ممکنه شما ها نخرید، مثل کتاب های دیگه همینجا رو دستم بمونه، ولی به هر صورت این کار رو میکنم. این کتاب هاییست که دیگه براتون گفتم. کتابیست که یک زرتشتی خیلی محقق نوشته، بر ما چه گذشت از شکست ساسانیان تا دوره پهلوی، بلاهایی که به سر زرتشتیان اومده. کتاب شعری است از دوست عزیزم هما میرافشار به نام آلاله. کتاب و کاستی است از خود هما میرافشار که اشعارش رو خودش خونده. از خاندان پهلوی 3 کتاب از محمد رضا شاه، 1 کتاب از شهبانو فرح، 1 کتاب از شاپور غلام رضا، 1 کتاب از شاهزاده رضا پهلوی. از آقای علی میرفطرس 5 کتابه. آخرین کتابش هست دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی 1 شکست. پرفروشترین کتابش هست
ملاحظاتی در تاریخ ایران و دو جلد اسلام شناسی. کتاب حلاج اولین کتابی است که من از آقای میرفطرس در ایران خوندم و تاریخ در ادبیات کتابی است که در قربت نوشتم با چه سرعتی. یکی از کتابهای آقای شفا رو اینجا باز پیدا کردم، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی. مثل اینکه همه رو تا اونجایی که مغزم یاری میکرد گفتم. از آقای انصاری، از آقای کسروی، کتابهای آقای کسروی رو فهرستوار میخونم چون وقت زیادی ندارم. زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس، مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری. در سی دی ها این فروهرها هست، نقرس هر دوش، یکیش آب طلا داره یکیش نداره، و دستبند فروهر هست. این دستبند نقرس 4 تا فروهر بهش آویزونه. یه هرچی داشتم براتون گفتم، بریم سراغ کار خودمون. دوستان عزیز، با ریته آخوندی اوتلو در سرزمین عجایب، کارهایی که در لندن من کردم از فرخزاد، حدود 3 تا نوار 2 ساعته دارم. 2 تاش اون شوی معروف فرخزاد در آلبرت هال لندنه و یکیش آوازهای ملی و میهنی فرخزاده که با سعید محمدی خونده. اوتلو در سرزمین عجایب از مسعود اسداللهی آینه است، از پرویز کاردان ایرج میرزاست. آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری، یک دیویدی. از آقای آبرامیان مقداری سی دی دارم که در مورد ایران صحبت کردند و سنجاق سینه شیر خورشید. دیگه هرچی داشتم براتون گفتم. دوستان گرامی، این برنامه روز یک شنبه بازپخش داره. برنامه های من 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه 7 صبح به وقت لس آنجلس از کانال 1 پخش میشه. برنامه روز چهارشنبه و روز جمعه این هفته، روز جمعه هر هفته، روز یک شنبه بازپخش میشه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. یکی از روزهای هفتم که به انتخاب خودم هست، این هفته چهارشنبه رو چون نتونستید ببینید چهارشنبه رو براتون میذارم، روز شنبه از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر. پس شد 7 تا 8 صبح 5 روز هفته، 7 تا 8 بعد از ظهر 2 روز هفته. امیدوارم دوستان هر جا هستند این رو باز دوباره از من نخوان. فکر میکنم که همه حرفامو زدم، همه کارامو کردم، تا اونجا که ممکن بود کتابها رو تونتون براتون گفتم. غیر از اینها اگر به سایت مراجعه کنید حدود 70 تا کتاب اونجا، کتابهای مختلف میتونید ببینید. من خیلی تلگرافی گفتم، توی 50 دقیقه بیش از این نمیشه گفت. اینه که یه مقداری با ما اگه راه بیاین. این کاری هم که دارم میکنم، اینی که از شما کمک میخوام، میخوام کمک کنید. الان 3 تا سایت خرج داره، خود این برنامه زمان ایرشو من باید پولشو بدم. آقای همایون بسیار لطف کرده و پول کمتری از من گرفته. کمتر که میگم، آقای همایون برای پخش برنامه، این پخش این 1 ساعت خودش پول میده.
ساعتی 150 دلار بابت این داره میده، از من نمیگیره چون من نمیتونم اون پولو بدم. ولی شما بیاید حساب بکنید من همین کارا رو میکنم بدون توقع هیچ چیزی، اما تن به هر کاری میدم که این کار ادامه پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه تا به امروز، برای اینکه میدونم شماها خوشحال میشید، بیش از 5 میلیون نفر آدم رو من وادار کردم که 2 دفعه نگاه کنم، وادار کردم که با مغزشون قضاوت بکنن نه با چشم و گوششون. این چیزیست که اگر شما کمک بکنید در این کار روشنگری شما هم سهیمید. هیچ چیزی نیست جز خرد. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.